سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی این ویدیو در مورد سنگ قیمتی به نام مورگانیت هستش و اینکه خواص و حالا سختی و ویژگی ها و کاربردش و هر چیزی که حالا مربوط میشه به این سنگ قیمتی بهتون بگم مورگانیت گوهری قیمتی که به رنگ صورتی تا نارنجی صورتی دیده دیده میشه اینجا هم گذاشتم که از سال 2010 به بعد محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و جزء گروه بریل به حساب میاد که کانی معدنی سیلیکات آلمینیوم بریلیوم و حالا فسفات آلمینیوم هم به حساب میاد بعد از سفایر مورگانی دومین گوهر محبوبه که به عنوان سنگ مرکزی در حلقه های نامزدی استفاده میشه سیستم کریستالی هگزاگونال داره و شفاف و کمی مات دیده میشه اینکه شکستگی به صورت صدفیه بعضی وقتا هم نامنظم و جلای شیشه ای داره سختی هم بر حسب موس بین 7.5 تا 8 و وزن مخصوصش هم 2.8 هشت تا دو و نود یک دستگاه هم که آوردم سختیشو براتون بگیرم برخلاف خیلی از گوهرها که سالیان طولانی کشف شدن مورگانیت یک گوهر تازه وارد به حساب میاد و از زمان کشف این گوهر خیلی نگذشته اولین بارم در ماداگاسکار در سال 1910 کشف شده و دلیل نامگذاری این نام به خاطر مورگان کلکسیونر آمریکایی که توسط یکی دیگه از حالا کلکسیونرهای آمریکایی به نام کانز کشف شده که به احترام مورگان که نقش مهمی هم تو کشف این گوهر داشته مورگانیت نامگذاری کردن البته یکی از سنگ های دیگه هم به احترام کانز کانزیت نامگذاری کردن و برای هر کدوم از این کلکسیونه را با خاطر حالا خیلی از کشفیاتی که داشتن یه سنگ رو به اسمشون نامگذاری کردن مورگانی جزء گروه بسیار مهم بریل و انواع مختلفی از این گوهر که عضو خانواده بریل هست وجود داره بر اساس رنگ و ناخالصی طبقه بندی میشه و اینکه به خاطر رنگ لطیفی که داره بهش لقب خواهر زمرد و آکومارین هم دادن رنگ این گوهر در بازه نارنجی مایل به زرد و نارنجی مایل به صورتی و صورتی مایل به ارغوانی وجود داره و همین طیف رنگی باعث شده که طرفدارای زیادی پیدا کنه و اینکه به خاطر رنگ صورتی که داره حالا بیشتر برای نگین حلقه های نامزدی استفاده میشه خب سختیش هم براتون بگیرم دوتا دارم یکی اینجا یکی اینجا سختیشم هفت و نیم تا هشته این یکی نعم سختیش و حالا مقدار کمی منگنز باعث شده که رنگ هلوی و صورتی تو این گوهر دیده بشه مرگانیت کم رنگ حالا برای افزایش یا اشباع رنگ بهسازی میکنن و تحت حرارت 400 درجه سانتیگراد قرار میدن تا رنگش تغییر کنه و با حرارت 400 درجه حالا رنگش رو میکنن میکنه. البته روش ها تو بازار قابل قبول نیست و باید فروشنده حالا یا به صورت کتبی یا زبانی به خریدار بگه که بهسازی شده چون خیلی ها سنگ رو به صورت طبیعی دوست دارن و سنگ بهسازی شده رو قبول ندارم مورگانیت ویژگی چند رنگی داره یعنی از هر سمتی که حالا نگاه کنی رنگش کمی تغییر میکنه سختیش هم که گفتم بر مبنای موز هفت و نیم تا هشته و از الماس یا قوت توپاز پایین تره همونطور که گفتم تو سال 2011 ناشناخته بود و از اون سال به بعد محبوبیت پیدا کرد طبق بررسی ها در سال 2019 غیر از الماس موزنایت 19 درصد سفایر 18 درصد و مورگانیت 12 درصد نسبت دیگر گوهرها بیشترین طرفدار برای حلقه نامزدی داشته معدن گوهر هم مادگاسکار که اولین منبع این سنگه با کیفیت بعدش افغانستان برزیل موزامبیک روسیه چین نامبیا و کالیفرنیا هستش بیشترین استخراج مربوط به برزیله و خواص این سنگم برای چاکرای قلب خوبه که فعال میکنه جهت تسکین روح و کمک به غلبه برغم و اندوهای های و اندوهای گذشته استفاده میشه و یکی دیگه از خواص اینه که کمک میکنه شخص همزاد خودش رو پیدا کنه و یا حالا روابط دوستانه با حالا اون همزاد خودش برقرار کنه اینم اطلاعاتی بود که در مورد این دوتا سنگ گفتم بهتون بدم تو این ویدیو و اینکه هر اطلاعاتی حالا خودم داشتم در موردشون بهتون گفتم خب مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره حمایت کنید اگه سوالی چیزی بود در مورد سنگ تو ویدیوهای بعدی بپرسیم بهتون میگم. خب تا سلامی دوباره. یه ویدیوی دیگه یا آموزش دیگه بدرود.